بالاخره چقدر کشتن؟ مسلماً تا قبل از سرنگونی نمیشه آماری از شهدا تهیه کرد، چون رژیم 30 سال با سانسور و سرکوب جلوی انتشارش رو گرفت. تو دور اولی که بچهای فری مقابل هشت بردن، فقط از اونها یه نفر زنده بود. 9 تا 12 مرداد این سه روزی بچهای همه رو به شهادت رسوندن. احمد به ما گفت که از زندانیهای قم در واقع یکی فقط باقی مونده، یعنی بقیه رو همه رو تو قم اعدام کردن، اونایی که اونجا بودن. موضوع آمار براشون خیلی مهمه، واسه همین تا بتونن انکار میکنن، نتونن کوچیکش میکنن، بازم نتونن موضوع رو عوض میکنن. شما در تو چند نفر داریم صحبت میکنیم؟ چند تا اعدام؟ من الان دقیقش اعدامی رو نمیدونم. اگه بخوایم بگیم خب اونا از ما چقدر کشتن؟ اونا از ما 17000 تا. 17000 تا آمار... نه تو زندان مثلا عدد ما هم همون حدود 17000 تا است. اونا که دیگه باید از داستانی کلو پرسیدن، اما تو همین حدود چندین هزار تا. تو همین شرایط اختناق سازمان اسناد 5000 مجاهد قتل عام شده رو تهیه کرده و این نشون میده آمار واقعی خیلی بیشتر از این حرف هاست. یک چشمه به شما بگویم، اینها در سال تابستان سال 67 از اون جمله در همین مشهد خودمان بیش از 800 نفر در یک جا اعدام کردن. از بند ما بند 4 بالا در اوین که تعدادمون 150 نفر بود، در پایان قتل عام 143 نفر رو دار زدن و فقط 7 نفر باقی موندیم. اعتراف به کشتار 100000 مجاهد. مجاهدین اعلام جنگ مسلحانه کردند. تعداد زیادی از عناصر انقلاب شهید شدند و حدود 100000 نفر از آنها کشته شدند. پس میخواستن یه نسلی رو از بین ببرن، خانواده هاشونم نابود کردن.